نامه میشل جولی دبیر کل فرانس لیبرته بنیاد دانیل میتران به رئیس جمهور برگزیده مقاومت. من سخنان شما را در مورد کرامت نوع بشر بسیار ستودم، چرا که به نظرم فراتر از ارزش‌های جمهوری خواهانه مناسب ترین ارزش برای نزدیک تر کردن خلقها، فرهنگها و مذاهب و برانگیزاننده کرامت و حرمت انسانی و قدرشناسی و سرمشق بودن را برمی‌انگیزد. قدرشناسی و کرامت دیگران را نمی‌توان ارج نهاد بدون آن که نسبت به خودمان مسئول و احترام گذار باشیم. این امر همچنین نوعی از ارج نهادن و صیانت از تنوع فرهنگ‌های بشری است و حتی فراتر از آن تنوع حیات در طبیعت، و این تنوع فرهنگ‌ها و تنوع طبیعت در اندیشه دانیل میتران بسیار اثر گذاشته بود. مقاومت شما از این بابت فقط سیاسی نیست، بلکه ندادهنده این پیام است که تکامل نوع بشر نمیتواند توسط هر کسی هدایت شود، ولو اینکه به نام خدا باشد. نظم مبتنی بر استبداد دینی نه با اراده خداوند منطبق است و نه با مرام طبیعت، و در این تردیدی نیست که آینده‌ای که حاکمان بخواهند یک نوع کلیشه‌ای از فرهنگ و اخلاق را به همه جهان تحمیل کنند محکوم به شکست است. مقاومت در برابر چنین قدرت‌ها و چنین اعتقاداتی خود حفاظت از بشریت است. یاران ما در اشرف و لیبرتی از شهیدان و مجروحان، آنها چه بدانند و چه ندانند، چنین رسالتی را بر عهده دارند، و به همین خاطر است که در نهایت صدا و ندا و پیام شما شنیده خواهد شد. البته که بایستی روی موضوع مقاومت اطلاع رسانی کرد، ولی موضوع فراتر از آن، یعنی مبارزه علیه خودکامگی، ظلمتگرایی و یک دست کردن اندیشه ها را نیز باید ترویج کرد. به این ترتیب مجاهدین خلق به همه آنهایی ملحق خواهند شد که در سراسر جهان مبارزه مشترکی را به پیش میبرند. آنها بهتر شنیده خواهند شد و بهتر فهمیده خواهند شد و به نوعی مجاهدین نوع بشر خواهند شد. من برای جنبش شما و به طور خاص برای برادران و خواهران مورد تهدید شما سالی سرشار از سعادت و کرامت و آزادی و البته سرانجام پیروزمندانه امیدهایتان را آرزومندم. خیر و نیکی نثار شما باد. میشل جولی.